ایران هست، فرض بکنید شما یک عامل سپاه هستید. خیلی خب، دولت امریکا یا مجلس امریکا یا دولت‌های دیگر میان و میگن IRGC یا سپاه پاسداران بایستی بره تونس که بر اون مبنا قانوناً بتوان تحریم‌های رو بر علیه اونها گذاشت که تمام این دم و دستگاه نمی‌دونم پولی که میره جهت تروریسمی که در سوریه یا جای دیگه به هر حال تمام اقدامات رو چیه. آیا تمام سپاهیا تروریستن؟ نه. برای همینه که من به ایرانیانی که در اونیفرم هستن، چه در ارتش باشن، چه عضو سپاه باشن، چه بسیجی باشن، گفتن آجان وقت این رسیده که شما پاتون از این نظام بکشید و به مردم ایران ملحق بشید. شما تروریست نیستید، شما کسانی هستین که رفتین در ایران و از در مقابل ارتش عراق وایستادید، جنگیدید، جان باختید، جانباز دارید، چه در ارتش چه در سپاه، شما جزی از مردم ایران هستید. اگر اون رأس رو بذارید کنار که اون مافیای فاسد فقط به دنبال منافع خودش هستن، اونها هدف گرفته بشن، باید هم بشن، باید هم تضعیف بشن، چون اونها اصلا مشکل هستید، ولی بقیه شما که نیستید. اتفاقا فرصتی است که بیان بیرون که ما تروریست نیستیم، ما با مردم هستیم و بیشتر تو رژیم شکاف میفته، بیشتر تو خود اون سیستم شکاف میفته و اینها هستن که آینده ایران رو به ارث خواهند برد. دنیا هم باید اینجا ببینه که این حکومت رو هیچی وای نستاده و افرادی که خیال میکنن میتونن روشون حساب بکنن با اونها نیستن ولی با مردم هستن. ولی زمانی این افراد میتونن این تصمیم رو بگیرن و این جهت رو بگن که مطمئن باشن که هدف واقعا اونه، نه که بین زمین و هوا گیر بکنن. اون موقع باز دوباره همه این وسط یه ضربه بیشتری میخوریم ولی مشکل ما همچنان پابرجا خواهد.